سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. گاوی باید بسیار هوشیار باشد تا امشب برابر گرانادا کارت نگیرد، چون خطر از دست دادن ال کلاسیکو را حس خواهد کرد. دیدار امشب پی ای جی در زمین رن برای پلیسی ها و به خصوص لوی زندگی یک بازی حیاتی محسوب می شود. کارلو آنجلوتی خوب میداند چطور در آخرین فصل حضور لوکا مودریچ به او انگیزه بیشتر برای درخشش بدهد. ریال مادرید عملکرد درخشانش روی فصل جدید در لالیگا داشته و به نظر می رسد که عزمش را برای قهرمانی جذب کرده است. شکست تیم پپ گواردیولا در روزهای غیبت هافبک اسپانیایی ساده‌تر به نظر می رسد. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. گاوی در این فصل گام رو به جلو برداشته و به بازیکن غیر قابل انکار در نقشه های جابی هرناندز تبدیل شده، اما یکی از ایرادات که میتوان به گاوی گرفت کارت‌های زیاد است که دریافت میکند. در بازی اخیر بارسا در لیگ قهرمانان برابر پورتو او از زمین بازی اخراج شد. با دو کارت زرد که او برابر پورتو گرفت، این بازیکن اندلوسی اکنون در 10 بازی فصل 6 کارت زرد در کارنامه دارد. سرمربی بارسا پس از پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا در پرتغال گفت: گاوی خیلی خوب خودش را کنترل میکند و امروز یک استثنا بود. ما به او کمک میکنیم تا به بلوغ برسد و فکر میکنم از زمانی که مربی بارسا شدم او خیلی پیشرفت کرده است. گاوی خیلی خوب میجنگد و معتقدم کارت زرد دوم او اشتباه بود. این واضح است که گاوی باید روی خود کنترل و مدیریت بهتر احساساتش را در بازی های پرفشار بیشتر کار میکند تا اخطارها را به حداقل برساند. ژاوی از این حیث به او اشارهای لازم را داده است. گاوی به خصوص امشب در مقابل گرانادا باید بسیار مراقب باشد. اگر او امشب کارت بگیرد، در بازی بعدی برابر بیلبائو خطر از دست دادن ال کلاسیکو را حس خواهد کرد. او 3 کارت است و در صورت 4 کارت شدن بازی برابر بیلبائو برای او خطرناک می شود. بارسا پس از بازی مقابل بیلبائو باید به مساف ریال برود و گاوی حق ندارد این بازی را از دست بدهد. رن و پاریس سن ژرمن در رواجون پارک به مساف هم میروند تا هفته 8 لیگ 1 به پایان برسد. پاریس سن ژرمن بهترین روزهای خود را پشت سر نمیگذارد و این را میتوان از آخرین نتایج تیم مشاهده کرد. شاگردان لوئیس اندریکی پس از قبول شکست سنگین 4-1 مقابل نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا به این مسابقه رسیدند. علیرغم جدایی میسی و نیمار، تصور میشد پاریس با کیلیان امباپه به عنوان رهبر شروع امیدوارکننده داشته باشد، ولی برای سرمربی اسپانیایی همه چیز به سناریوی پیچیده تبدیل شده و او هنوز به نیمه های فصل نرسیده، یک بازی مرگ و زندگی پیش رو دارد. پاریس سن ژرمن در فرانسه دیگر تیم مسلط و برتر سابق نیست. این روزها حواشی غیر ورزشی پیرامون امباپه و چند بازیکن دیگر نیز گریبانگیر پاریس شدند. از اتهام امباپه به خاطر حضور در مهمانی های شبانه در پاریس تا محرومیت یک جلسه راندال کولوم و آنی، اشرف حکیمی، لووین کورزاوا و عثمان دمبله به دلیل شعارهای توهین آمیز همراه با رادیکال های علیه مارسی، همه و همه باعث بحرانی تر شدن اوضاع شدند. رن رد ششومی که به تازگی نانت را 3-1 شکست دادن میخواهد از این موقعیتی که باشگاه پاریسی در آن گرفتار شده بهترین استفاده را ببرد و به پیروزی برسد تا به موناکوی صدرنشین نزدیکتر شود. باید دید اندریکی و شاگردانش امشب از این بازی جان سالم به در خواهند برد یا خیر. لوکا مودریچ دیروز پس از 3 بازی متوالی نیمکت نشینی بالاخره به ترکیب اصلی ریال مادرید برگشت و 79 دقیقه در میدان بود تا اینکه کارلو آنجلوتی ابراهیم دیاز را به جای او روانی زمین کرد. مودریچ آخرین بار برابر اتلتیکو فکس شده بود، ولی با تعویض بین دو نیمه زنگ خطر برای او به صدا درآمد. ستاره کروات سپس در برابر لاس پالماس، خیرونا و ناپولی بازی را روی نیمکت تماشا کرد و در 2 بازی اول حتی به میدان هم نرفت. شایعات جدایی او در زمستان خیلی زود منتشر شدند، اما کالتو در نشست خبری 2 روز پیش خود تاکید کرد که مودریچ هرگز در زمستان نخواهد رفت و تا پایان فصل او را با خود خواهند داشت. مربی ایتالیایی که مودریچ را عصبانی و با انگیزه میخواست، دیروز از ابتدا با وی برابر اوساسونا میدان داد و جواب خوب هم گرفت. مودریچ ستاره زمین بود و فوق‌العاده بازی کرد. در واقع کالتو همان کار را با مودریچ انجام داد که زمان فابیو کاپیلو به خودش انجام داده بود. در فصل 1991-1992 ظهور دیمیتریف آلبرتینی 20 ساله در میلان باعث نیمکت نشینی کارلو آنجلوتی شد. او از 30 بازی در هر فصل به 12 بازی در آن فصل نزول پیدا کرد و در پایان همان فصل از فوتبال کنار رفت. کاپیلو آلبرتینی را به جای کالتو به زمین میفرستاد و البته آنجلوتی نیز هر بار که به زمین میرفت عالی کار کرد، چون انگیزه اش بیشتر شده بود. این بدون شک آخرین فصل حضور مودریچ در ریال مادرید است و ستاره کروات باید به این واقعیت کنار بیاید که ستاره های جوانتر ریال در ادامه فصل بیشتر بازی خواهند کرد. ریال مادرید شب گذشته در چارچوب رقابت های هفته نهم لالیگا در ورجگاه سانتیاگو برنابو به مساف اوساسونا رفت و با 4 گل این تیم را در هم کوبید. نمایش درخشان جود بیلینگام بار دیگر تحسین بسیاری از هواداران، کارشناسان و رسانه ها را برای او به همراه داشت و نقش مهم را در کسب 3 امتیاز این بازی و محکم کردن جایگاه ریال در صدر جدول ردبندی لالیگا ایفا کرد. همچنین به نظر می رسد که وینیسیوس جونیور هم بار دیگر در حال بازگشت به روزهای اوج است و او هم موفق شد شب گذشته یکی از 4 گل تیمش را وارد دروازه حریف کند تا نشان دهد که میتواند جانشین شایسته برای کریم بنزما باشد. ریال مادرید در حال با 8 پیروزی و تنها 1 شکست که برابر اتلتیکو مادرید ثبت شده به صدر جدول ردبندی رقابت‌های لالیگا اسپانیا تکیه زده که سایر رکورد‌های لالیگا هم در حال حاضر در اختیار آنها قرار دارد.
شاگردان کارلو آنجلوتی در حال حاضر با 20 گل زده بهترین خط حملی لالیگا را در اختیار دارند. آنها همچنین با 6 گل خورده بهترین خط دفاع این رقابت‌ها را هم به نام خودشان ثبت کردند تا نشان دهند که مصمم هستند عنوان قهرمانی را در این فصل از بارسا پس بگیرند. هرچند باید دید که عملکرد بارسا در بازی امشب برابر گرانادا به چه شکل خواهد بود و آیا آنها بار دیگر عنوان بهترین خط حملی لالیگا را از رئال مادرید پس خواهند گرفت یا خیر. در این بازی هم بلینگام ستاره زمین بود و توانست گل‌های اول و دوم رئال مادرید را به ثمر برساند تا نشان دهد که بهترین بازیکن تیمش در فصل جاری است. بلینگام در 10 بازی رئال 10 گل به ثمر رسانده و 3 پاس گل هم داده است. او درباره عملکرد خیره‌کننده اش با رئال مادرید گفت: اعتراف کنم که انتظار چنین آغاز را نداشتم. من بازیکن جوان هستم که با خودم اعتماد دارم. با این حال فکر نمی‌کنم چنین آمار را در ابتدا با رئال مادرید داشته باشم. من تنها 10 بازی برای رئال انجام دادم، اما باید به این روند ادامه دادم. اکنون باید به انگلیس بروم تا تیم ملی رو در 2 بازی پیش رو همراهی کنم و امیدوارم که در این 2 بازی هم به پیروزی برسیم و با شرایط خوب به مادرید برگردم. طبیعتاً نمیتوانم در همه بازی ها گلزنی کنم، اما باید سطح کیفی خود را حفظ کنم. بلینگام در پایان درباره عادتی که قبل از بازی ها دارد گفت: دوست دارم قبل از آغاز بازی وارد زمین شوم تا شرایط ورزشگاه را بسنجم. این باعث می شود آرامش داشته باشم. مدت هاست که چنین عادت دارم و این باعث شده تا بازی را بدون استرس دنبال کنم. ریال مادید با برده که برابر اوساسونا به دست آورد 24 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لالیگا قرار گرفت. رودری در هفته ششم فصل 2023-2024 و در دیدار منچستر سیتی مقابل ناتینگهام فارست پس از درگیری با مورگان گیبس وایت با کارت سرخ مستقیم از بازی اخراج شد و 3 مسابقه بعدی سیتیزن ها مقابل نیوکاسل و وولورهمپتون و دیدار امروز مقابل آرسنال را از دست داد. شاگردان پپ گواردیولا بدون رودری در 2 دیدار قبلی خود مقابل نیوکاسل در جام اتحادیه و وولورهمپتون در لیگ برتر را واگذار کردند تا تاثیرگذاری این هافبک اسپانیایی در تیم گواردیولا بیش از پیش مشخص شود. با توجه به داده های سایت هو اسکور، منچستر سیتی بدون رودری در 40% از بازی های خود بازنده میدان بوده، در صورتی که این آمار با حضور این بازیکن 6.6% است. سیتیزن ها از فصل 2022-2023 در 4 دیدار از 10 مسابقه ای که هافبک 26 ساله خود را در اختیار نداشته شکست خوردند. این در حال است که آنها با حضور رودری در 60 مسابقه همین تعداد بازنده بودند. میانگین گل های خورد سیتی نیز بدون رودری به طور قابل توجه بیشتر بوده و از 0.67 به 1.2 در هر بازی رسیده است. باید دید که آرسنال می تواند از غیبت یکی از کلیدی ترین مهره های منچستر سیتی استفاده کند و یوران پپ گواردیولا را شکست دهد یا خیر. اولیویه ژیرو در پیروزی چشمگیر میلان در جنوا مجبور شد وارد دروازه میلان شود و هواداران پس از اینکه این مهاجم یک سیو باور نکردنی انجام داد او را بهتر از آندری اونونو توصیف کردند. ژیرو 37 ساله پس از گذراندن دوران موفقیت‌آمیز در آرسنال و چلسی همچنان در سطح بالای فوتبال بازی می‌کند. قهرمان جام جهانی فرانسه 3 فصل حضور ژر میلان را سپری می‌کند و تاکنون در 6 بازی 4 گل زده است. اما ژیرو بزرگترین عملکرد خود را در شنبه شب نشان داد، زمانی که گل‌های ایتالیا برای بازی حساس سری آ با ژنوا سفر کردند. میلان پس از پرس شدید در تمام شب سرانجام در دقیقه 67 توسط کریستین پولیسیچ وینگر سابق چلسی به برتری رسید، اما در دقیقه 8 وقت‌های تلف شده مایک مانیون به دلیل اخراج از محوطه جریمه خود و سرنگون کردن مهاجم جنوا کارت سرخ مستقیم دریافت کرد. خروج مانیون باعث شد تا ژیرو درون دروازه بیستد و اولین کار این مهاجم مقابله با ضربه ایستگاهی جنوا بود. ژیرو فقط توانست بیستد و عبور توپ از بالای سرش را تماشا کند، اما با خوششانسی او و میلانی‌ها توپ به تیرک برخورد کرد. توپ در نهایت برای جنوا به کارنر رفت و جوز مارتینز دروازه‌بان میزبان نیز وارد محوطه جریمه تیم حریف شد تا شانس خود را امتحان کند، اما به دلیل سرنگون کردن یکی از مدافعان میلان اخراج شد. و این معنی که هر دو تیم مجبور شدند برای لحظات باقی مانده از بازی یکی از بازیکنان خود را به جای دروازه‌بان در دروازه قرار دهند. در ثانیه‌های آخر ژیرو موفق شد شجاعانه مسیر توپ را ببندد و دروازه میلان را نجات دهد. سپس سوت پایان بازی به صدا درآمد و میلان یک پیروزی ارزشمند به دست آورد و هواداران شروع به تشویق ژیرو کردند. بسیاری او را در زبان بهتر نسبت به اونونا توصیف کردند. یکی از هواداران نوشت ژیرو بهتر از اونوناست. دیگر اعلام کرد کلینشیت هم به رکوردهای ژیرو اضافه شد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.